سلام، بینده های خوبه برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا، بالاخره روزه رو خلاص کردین. خدا کنه که بدون کدام مشکل روزه به پایان خود رسیده باشه و امروز هم تا جایی که فکر میشه و دیده میشه فکر میکنم که روز آخر ماه برکت، ماه پر فیض و برکت رمضان است. با امید از اینکه امروز یه خوش باشین، سوداییتان تکمیل شده باشه، اگر سوداییت نگرفته باشین و براین به شهر و بازار قدم بزنین که چگونه شهر کابل پر جمع و جوش است. هر گونه ناامنی و مشکلی که وجود داشته باشه، اما مردم ما در روزایی که روزای خاص از در کشور ما، این روز را خوشی و خوشوقتی و خوشحالی را از دست نمیدن. به شهر و بازار برآمدن، کسی رفته پیش خیاط لباسای خود میگیره، کسی دیگه کودکای خود برده که برجبوت و پیزار و لباس خریداری بکنه و یک تعداد پدرها و مادرای دیگه همچنان به شهر و بازار برآمدن تا میوه خشک به خاطر عید تهیه بکنن. ما آمدیم به کجا؟ پل باغ عمومی کابل و تعداد زیاد از مردم اینجا مصروف دست فروشی هستن، مصروف فروختن مواد یا میوه خشک هستن. شما میشه که تصاویر میوه خشک داشته باشین که آنچه که سر سفره عید گذاشته میشه امروز سر پل باغ عمومی فروخته میشه. این که نرخ و نوایش قسم است، تا لحظات بعد در مورد نرخ و نوایش هم گپ میزنیم. اگر شما نیاز دارین که میوه خشک خریداری کنین، نیاز نیست که به بسیار جای دور برین، میتونین به سر پل باغ عمومی بیاین، همینجا همه چیز پیدا میشه، از شیرنی باب شروع تا میوه خشک. صرف نمیفهم که کلچام هست اینجا یا نه، خب کیک کلچام هم اینجا پیدا میشن، یعنی هر چیزی که برید کار است سر پل باغ عمومی امروز پیدا میشن. شما اگه برین به داخل کوچه مندهی برین، خیلی ازدحام زیاد است، موضوع جیبایتان هم باید توجه متوجه باشین، اما اینجا میتونین که فرصتی است به جیبایتان هم آسیب نمیرسه، یعنی کسی براکام نمیباشند اینجا، اما تو راست نه؟ و ای که از مندهی که در اینجا ارزان است یا قیمت است از یک شان پرسان میکنیم. سلام، نام چیه لالا؟ محمد نعیم. محمد نعیم، خودت میوه خشک مفروشی؟ بله. اینا رو بگو در مورد نرخ و نوا، با مندهی زیاد در قیمت هایتان فرق داره یا کم؟ نه، ایجا مندهی یک نرخ هست بیخی. پس مردم دیگه گفتم در اوقات مردم نره نه؟ ازدحام زیاد هست. ازدحام خیلی زیاد هست، پیسه جیبکایشان هم با زمین رفتن و خصوصا بر زنا در او قات و قد رفتن خیلی سخت است، مشکلات است. این ماه رمضان گرمی، روزداری، گشنگی و تمامش یک جا شده، داخل مندهی رفتن یک ذره سخت است. حالا او دکاندارا کار نشه که چرا این مردم بد راه میسازین؟ نه، از او دکاندارا خب ما میاریم. خب وقتی کار شما شوه کار از اونام میشه. بله بسیار خوب. در مورد نرخ و نوای که برام بگو، یک کیلو بادام مناسب چند است؟ مناسب از امید 500 گرفتگی هست دیگه، نرخ بالاترینش 8500. از 500 پایین نیست، از 8500 بالا نیست، 400 هم هست. بادام وطنی چند است؟ 900. 900 یعنی بادام وطنی بالاتر از همه کده. بسیار خوب. بعد از او نخود وطنی چند است؟ نخود وطنی از 200 2500 300 از 200 الی 300. نخود خارجی ارزان است یا وطنی؟ خارجی 100 روپیه 120 روپیه است. وای وای، اما کتا کتا. بله. بسیار خوب. بار دو چهارمغز داریم. چهارمغز چطور است؟ چهارمغز است 5500 گرفتگی است تا 8500. تا 5500 الی 8500. اما خوبترین چهارمغز ما؟ 8500. 8500. کشمش چطور؟ کشمش 400 200 2500. وطنی؟ وطنی 400. وطنی قیمت است. او لا، امی همه چیز وطنی قیمت است. خیره خیره که این باغدارای ما و شما، دهقانای ما و شما، اینا یک ذره پیسه دار شون، خود ما سر پای خود استاد شون. بله بله. خیر، ببینین پسته چطور؟ پسته وطنی میگه پیدا نمیشه در افغانستان بفی. وطنی میچیر نمیشناسین خو، اصلا قیمت است تک پسته. وطنی قیمت است. شما کجایی شما فروشین؟ با نام وطنی کلش برام آوردن. تشکر. شما تصویر کاکارم داشته باشین که آمده همراه زن اولاد خود به خاطر خریدن میوه خشک عید. اگر فرصت باشه همراهشان گپ میزنیم، ببینیم که چی میگن، چقدر خریداری کردن و پیسه دار هستن یا نیستن. شبکه آریانا هستن.
کاکا سلام. من به چشم گلون درد هستم. کاکا میگه گلون درد هستم. از گشنگی میمیره تو فیلم داری. میگه مردم از گشنگی میمیرش تو فیلم برداری میکنی در حالی که میگه کلانایش بگو که مردم از گشنگی میمیره در حالی که کاکا اگه روزگاره که جور است اون این بادام خریده بادام خریدی میگه از گشنگی میمیره مردم نداری گشنو بادام میخوره با گشنو نان خوش پیدا نمیشه گلندر اما تو نیست خب سعید خوب گلندر هستم نگو مردم از گشنگی میمیره پیش کلچه فروش هم بریم یا بس کنیم چی نظر دارین شما خب پیش کلچه فروش نمیریم وقت ما خیلی محدود است کم است بخشای متنوع دیگه صبح زندگی هنوز هم باقی مانده امشب گزارش های خیلی خوب داریم فردا روز پس فردا روز پس فردا روز گزارش های خیلی عالی داریم بیننده صبح و زندگی باشین بیننده ویژه برنامه ایدی شبکه جهانی آریانا باشین ما با شما هستیم پس شما هم بیاین با ما باشین حال هم یک ماده از قانون مدنی افغانستان تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین